به برنامه رادیکال خوش اومدین. قیافه کارگزاران میاد سعید دوستم. من گفتم که نمیشه من مدیر کل بشم معاون نشم. خندیدن گفتن معاون بالاتر از مدیر کله. ببینید دفاعی که حضرت عالی از آزادی دارید و تو دوران ریاست جمهوری خودتون نداشتید. میزان الحراره رأی مردم نیستیم، ما شرایط رو میدیم. از زمانی که ولایت فقیه رو وارد قانون اساسی کردیم که از نظر من بزرگترین اشتباهمون بود، خطوط قرمز رو ما مجبوریم رعایت بکنیم. بس فکر نمی کنیم که تو 88 اشتباه کرده آقای مهندس. ما اشتباه کردیم، مشه اشتباه کردیم. آقای دکتر محمد جواد حقشناس، سلام و عرض ادب، خیر مقدم عرض میکنم محضرتون، خیلی خوش آمدین. خیلی ممنونم جناب حسینی از اینکه وقتی رو دادید و فرصتی که من بتونم توی این برنامه خوب شما حضور داشته باشم. با افتخار ماست. و کار ارزشمند شما رو قبل از اینکه عرض کنم مطالب خودم رو، براش به شدت احترام قائلم. در روزگاری که فضای رسانه‌ای و ارتباطات متاسفانه یه جوری انحصاری شده، حضور رسانه‌ای مثل اعتماد آنلاین و برنامه جذاب و پربینندهی مثل برنامه شما باید قدرش دونست و بابت زحمات و تلاشی که براش میکشید و میکنید به سهم خودم و ما یه روزنامه‌نگار من تشکر میکنم. خیلی مایه دلگرمی و خیلی خوشایند من میشه که خستگیم در رفته، دستتون درد نکنه. محبت شما احترام میذارم به این کارت. شما یکی از اعضای شورای پنجم هستین، شورای شهر تهران، و خب شورایی که دیگه ماهای آخر کاریشو داره سپری میکنه و انتخاباتی که با 1001 امید مردم به اصلاح طلبانش رأی دادن و الان کسایی که رأی دادن توقع دارن که بدونن این شورای شهر اصلاح طلب برای شهر تهران چه کرده. به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران از عمل کرده خودتون و همکارانتون توی شورای شهر دفاع میکنید؟ توی 10 سال اخیر جناب حسینی، از 92 به بعد ما 6 تا انتخابات تهران جدی برگزار شده که 5 تا از این انتخابات رو اصلاح طلبا به طور مطلق بردن. 2 تا انتخابات ریاست جمهوری رو ما بردیم تو تهران، 1 مجلس رو بردیم 30-0، 1 خبرگان رو بردیم 16-0 و 1 شورا رو هم بردیم 21-0. به جز انتخابات اخیر که یک انتخابات مجلس که سی هیچ باختیم، این 6 تا انتخابات با این وضعیت پیش روی ماست تو نهاد انتخابی. اگه بخوایم منصفانه به کارنامه این 5 تا نهاد انتخابی که ما بردیم بندازی، چه 2 تا ریاست جمهوری، چه خبرگان، چه مجلس و شورای شهر، برای اهل انصاف و کارشناسان و کسانی که دارن رصد میکنن، به خودم اونها یک ناظر بی‌طرف، اینجا به عنوان ناظر دارم نگاه میکنم به این کارنامه که تو 5 انتخابات دخیل بودم و مؤثر بودم و نقش بازی کردم و حتی عضو شورای سیاست گذاری بودم که نتیجهش این انتخابات شد، من بهترین نمره رو به شورای شهر میدم. با چه کارنامه‌ای؟ با تمام زیر و زبرهایی که داشته، یعنی وقتی مقایسهش میکنم با مجلس، مقایسهش میکنم با خبرگان، با شورای شهر رو با شورای شهر مقایسه بکنین، جدی‌ترین کار کرده شورای شهر تهران و در زمانی که 21 بازی رو بردین چی بوده؟ و با 2 تا ریاست جمهوری اصلا ریاست جمهوری نداریم، مثلا تعطیل شده، مجلس هم نداریم، فراکسیون امید هم نداریم. خب شورای شهر اصلاح طلب
ماموریتایی که تعریف کرده بوده موفق بوده یا نبوده کارنامه‌شو به عنوان اصلا به عنوان یک عضو شورای شهر بگید دارم عرض می‌کنم می‌ذارین که بذارید کنار این می‌خوام بگم در مقایسه با اون 4 تا از همه بهتر بوده به نظر من از خیلی از جهات اما خود این شورا رو تو عملکرد 3 سالش که داریم می‌بینی این که امروز بعد از 3 سال من بخوام کارنامه رو بذارم جلو و ببینم با آنچه که میتوانست بکند و باید انجام میداد در واقع که انجام داده فکر میکنم که از تمام ظرفیت‌های خودش این شورا استفاده نکرد. اولا بفرمایید که مهمترین کارهایی که شورای شهر اصلاح طلب برای مردم تهران کرده چی بوده که تا برسیم به ظرفیت‌هایی که داشته و انجام نداد. نکنید اول از قبل و قله آخوندید آیه حسین اول از همه باید بگیم که این چی کار میتونسته بکنه و چی کار کرده. نکنید یه وقت شما میگید که این خودرویی که شما دارید این زده حد اکثر سرعت 160 یه وقت نزده حد اکثر سرعت 300 اگه شما بر اساس اون 160ی که براش تعریف شده بخوای تعریفش کنید انتظارتون متناسب با این باید بذارید و اگر بر اساس اون 300 بخوای تعریف کنید انتظارت باید بر اون بذارید. من بر اساس ماموریت قانونی که قانونگذار تعریف کرده برای شورای شهر که 1 انتخاب شهردار تهران 2 اداره شهر و نظارت به عملکرد شهرداری تهران دقیقاً شورای شهر پنجم شورای شهر اصلاح طلب ما 3 تا شهردار انتخاب کرده دقیقاً آقای محمد علی نجفی آقای محمد علی افشانی و آقای پیروز حناچی درست این 3 تا شهرداری که انتخاب کردید شهردارای خوبی بودن؟ شهردار اول که انتخاب شد آقای نجفی به هر حال حدود رأی کامل داشت یعنی تقریبا رأی منفی اصلا ایشون نداشت و میشه گفت که وقتی انتخاب شد به نظر میرسید که بهترین انتخابه. شما وقتی داشتید کارنامه چون ساختار انتخاب اینجوری بود هر عضو شورای شهر میتونست که 3 نفر رو معرفی کنه یه لیست بده. خب 21 عضو لیستشو گذاشتن شدش فکر کنم حدود 40 تا اسم در اومد توش خیلیش مشترک بود. از اینها رای گیری شد 7 تا از اونها بیشترین رای آوردن. از این 7 نفر کارنامه خواستند و اینها بعد میمدن کارنامه رو ارائه میکردن. به 7 نفرشون ابلاغ شد. آقای نجفی بود، آقای افشانی بود، آقای فکر کنم شریعت مدار بود، آقای مرعشی بود، آقای مهرعلی زاده بود، خانم کلایی بود. آره خب اینو کارنامه اومدن ارائه کردم و نهایتا تو اون کارنامه ها و بین 7 نفر آقای نجفی تقریبا فاصله معنیداری داشت با بقیه. ایشون چند دوره وزارت رو داشت تو سابقه اش بزن سوابق خوبی داشتن شهردار شدن یه گزارش سازمان برنامه بود معاون رئیس جمهور بود 2 دوره علمی آدم تحصیل کرده استاد دانشگاه صنعتی شریف باهوش و 6 سالم نماینده مردم تهران در شورای شهر یعنی نسبت به بقیه کارآزموده ترین آدمی بود که هم شهر تهران رو میشناخت هم تو تمام 40 سال تو رده‌های مختلف جمهوری اسلامی تو نزدیکترین رده با مقامات جمهوری اسلامی کار کرده بود آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای ناطق، آقای ارزم حضورتون مقام اعظم رهبری تو دوره احمدی نژاد هم که در اون مقطعشون تو کار نبود شده بود نماینده مردم تهران با رأی مردم 4 سال که بعد 2 سال هم اضافه شد 6 سال. خب از این بهتر ما چی میتونستیم داشته باشیم به لازم منطقی و فنی. بعدن برای ما مشخص شد که ایشون به هر حال مباحثی داشته که این مباحث موجب شده بود که بر اساس قرارمدارهایی که با برخال شاخه امنیتی در واقع تعریف شده بود که ایشون دیگه تو این رده پست نپذیره با هم توافق کرده بودن و اینو ما اطلاع نداشتیم. یعنی همون مقطعی که ایشون احکامش هم هی خبر می اومد تایید صلاحیت شده رد صلاحیت شده حکمش رو وزیر کشور امضا میکنه نمیکنه اعضای شورای شهر تهران متوجه نشدن که چه خبره؟ نه ما خبر نداشتیم.
بعدا فهمیدیم برخی خبر داشتند از اعضای شورای شهر. از کجا خبر داشتن؟ بهشون گفته شده بود. مثلا من اینو از کجا گفته شده بود؟ این نهاد امنیتی بهشون گفته بود. آره، یا به هر حال از نهاد معتبر شنیده بودن، یا به هر حال نکنید من این حرف رو مثلا هفته پیش از آقای هاشمی شنیدم که بهش گفتم ما اینو بی خبر بودیم از ماجرای آقای نجفی، که گفت آقا ما خبر داشتیم که به حال ایشون گیر داره و چون نزدیک به کارگزارا بود، چون عضو کارگزار میگفت ایشون تکذیب کرد که من عضو کارگزار نیستم، ولی به هر حال جزء هیئت مؤسس بود و میگفت که چون ما این حساسیت داشتیم که شما منتسب به ما بود، گفت رفتیم باش جلسه گذاشتیم، گفت منو اطریانو فکر کنم کرباسچی ستایی باش نشستیم که آقا تو باید تو تکلیفت روشن کنی و از ما اصرار که آقا تو این مسئله رو داری باید بری مسئله رو حل و فصل کنی، و ایشون به هر حال رفته بود و با اون مقام امنیتی ارزم بزرگتون جلسه میذاره و نشست داره و اونجا مقام امنیتی بهش میگه که آقا ما همچنان سر اون قولمون حرفمون هستیم که اگه شما بپذیرید ما به هر حال فعال میکنیم مسئلمون رو و ما حاضر نیستیم که کوتاه بیایم از این نظرمون. گفت ایشون هم از اون جلسه که گفت ما قانعش کردیم که برو تو مذاکره کن با ایشون، به تکلیف روشن کن، همینجوری نیا. و ایشون وقتی از اون جلسه میاد بیرون زنگ میزنه به آقای جهانگیری و معاون اول که آقا مثلا مقام امنیتی گفته نه نباید بپذیری، و این موضوع با عصبانیت مقام معاون اول روبرو میشه و به هر حال میگه که نه بی خود گفتن تو مثلا و شما مسئله نداری و باید بپذیری، و با فشار ایشون و در واقع گویا مداخله هم که آقای رئیس جمهور میکنه، وزیر کشور به نوعی مجبور میشه یا به هر حال علاوه میلش حکم ایشون رو میزنه توی این داستان، و این مباحث ما اصلا خبر نداریم. خیر و برکت انتخاب این نجفی برای شورای شهر شما چی بود؟ قطعا خیری خیرش بیشتر بود شرش؟ برازم شرش نه کنید. من با تمام احترامی که برای نجفی قائل بودم و همچنان توی حوزه های هستم، برای باشون کار کرده بودم تو سازمان برنامه، مدیر باهوش با نگاه در واقع جامعه همه برنامه رو میدونه، بودجه رو میدونه، فضای شهر رو میشناخت، با مبانی سیاست آشنا بود، با قاعده کار در جمهوری اسلامی آشنا بود. حقتون این بود که بدونید. اینو آره، این گله رو من حتی بعدا هم کردم، گفتم از آقای نجفی به شدت از این بابت دلخورم که چرا ایشون کنید یا تو این حوزه نباید ورود میکرد تو این مسئله، نمیپذیرف اگر همچی داستان از خودش خبر داشت، یا اگر میخواست ورود کنه باید میومد میگفت که آقا میخواد به من رأی بدید، نگاه مقامات امنیتی سپاه و و و اینه، به هر حال من این گیر رو دارم شما خودتون این گیری که آقای حق‌شناسی، این گیری که آقای نجفی داشت پاشناشیلش شد، خب این اتفاق تلخ و دردناک رو برای کل جریان اصلاحات به بار آورد، این پاشناشیل رو باز هم ممکنه که توی جریان اصلاحات داشته باشیم؟ من فکر کنم که حتما هست، نه که نباشه، برای این حوزه ایست که نکنید توی جمهوری اسلامی حتما این مشکل وجود داره. یه وقت شما فارغ از جمهوری اسلامی هستید تو غربید، اونجا خیلی صریح و روشن تعریف کردن که آقا حوزه خصوصی آدم ها با حوزه کارشون، تواناییشون، کارآمدیشون و حوزه عمومیشون دو تا حوزه جداست، و اگر یک فرد تو حوزه عمومی صلاحیت های عمومی داشته باشه و رأی جامعه رو داشته باشه و صلاحیت کارشناسیش، اثر نمیذارن مباحث خصوصی فردیش رو روی حوزه عمومیش. ممکنه یک نفر وزیر خوبی باشه اما همسر خوبی نباشه، یک نفر رئیس جمهور خوبی باشه اما پدر خوبی نباشه، یک نفر معاون رئیس جمهور خوبی باشه اما نمیدونم همسایه خوبی نباشه، اینا جداست این داستان. آقای حق شناسی اگر آقای نجفی شما رو صدا میکرد میگفتش که من یه همچین مشکلی دارم و اینو به کسی نگو، شما میگفتید یا نمیگفتید به بقیه همکاراتون تو شورای شهر؟ نکنید، من قطعا به اول از همه به خودش میگفتم که اصلا تو حق نداری بیای.
میخونید ما که نمیتونیم بود منافع 10 میلیون آدم به خود به خودش میگفتیم به خودش میگفتم آره به بقیه چیکار میکرد به بقیه میگفتم که رأی ندید خب مشکل خود مشاد مشکلش نمیگفتم اما میگفتم که ایشون قطعا اومد چرا دیگران باید حرف شما رو گوش میدادن که رأی ندادن میخونید طبیعتا اینجا من اینجوری بخوام گفت که آقا اول خودم رأی نمیدادم یک دو به همکارانم میگفتم که آقا اگر این رأی داده بشه بنا به گرفتاری که شما ممکن داشته باشه نمیتونه بمونه و مشکلات جدی براش ایجاد میشه و این قطعا به نفع شهر نیست. خب آقای نجفی خب علیرغم همین مشکلاتی که داشتن آقای اخناس ایشون دیگه مثلا با رأی کامل نمی اومد. نکنه یک طرف آقای نجفی میاد با 13 تا رأی میشینه حساسیت هم ایجاد نمیکنه. اما وقتی میاد میشه با رأی کامل تمام اعضای شورا میشینه خب این اثرات جدی داره تو حوزه سیاسی تو حوزه اجتماعی فردا مطرحش میکنه که آقا ایشون میتونه رئیس جمهور بعدی بشه خیلی نمیخوان این اتفاقات بیفته آقای حق شناس آقای نجفی اینجا باید همه مشکلاتی که براشون اتفاق افتاد یه گزارشی از تخلفات دوره آقای قالیباف تنظیم کردن در اختیار شورای شهر قرار دادن به افکار عمومی تا حدودی منتقل کردن شورای شهر اصلاح طلب چقدر جدی گرفت گزارش آقای نجفی رو نکنید شورای شهر اینجا مقام اجرایی برای پیگیری کسی نبود این همزمان به قوه قضاییه باید میرفت تو مجموعه و دوا این مسئله با تو قوه قضاییه تبدیل میشد به یک شاخص و موضوع که من فکر میکنم تو این بخش قطعا کم کاری شد قضاوت عمومی چطور؟ شورای شهر نمیتونست اون اسناد و مدارک و تخلفات رو چون یکی از جدیترین کارهای اعضای شورای شهر تذکر دادن و نطق کردن و این حرفاست دیگه دقیقاً توی همه حوزه هم ورود میکنه شورای شهر از نامگذاری توی خیابون دوچرخه سواری مترو همه هم تذکر میدن بزرگداشت کوچیکداشت از این حرفا ولی جدیترین حوزه که حوزه تخلفه و بحث بیت الماله و شهردار کارکشته با سابقه مثل آقای نجفی آماده کرده این گزارشو میبینیم که اعضای شورای شهر لام تکم حرف نمیزنن چرا؟ این نیست که لام تا کام حرف نزده باشن نه پیگیری شد به نظر من تقاضا شد تحقیق تفحص مثلا راجع به حوزه ارزان بزرگتون همشهری شد بحث تحقیق تفحص در مورد املاک واگذار شده ارزان بزرگتون شکل گرفت که هنوز البته به نتیجه هم نرسیده توی این حوزه حتی تعدادی از اعضای شورای شهر به خاطر همین پیگیری هاشون و عنوانی کردن توسط نزدیکان خدای قالیباف مورد شکایت قرار گرفتن به دادگاه رفتن محکومیت گرفتن حتی یه جورایی تو مجموعه یعنی ساختار در واقع قضایی آنگونه که باید به نظر میرسید که خیلی آمادگی ورود به این حوزه نداره ضمن که من اینم میپذیرم از شما که قطعا توی حوزه ما کمکاری کردیم این همون ظرفیت است که میگیم آره یعنی ما اینجا حتما شما از شما به شخصه به عنوان یکی از اون 21 نفر که توی شورای شهر هستن چقدر از ظرفیت خودتون استفاده کردید برای اینکه این تخلفات رو به حق الناس دیگه اطلاعات هم حق الناس این اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بدید چه تلاشی کردید ما اینجا در واقع من نگاهمون این بود که نگاه کمیسیونی باشه که آقا این حوزه شورای شهر به 6 کمیسیون متفاوت در واقع تقسیم میشه کمیسیون حمل و نقل و عمران کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون حقوقی کمیسیون محیط زیست و ارزان حضورتون کمیسیون شهرسازی طبیعی است که این حوزه مباحث علل قاعده اگه به لازم کمیسیونی پیگیری میشد شاید به کمیسیون مثلا فرهنگی و اجتماعی خیلی آقای محمد جواد حقشناس آقای محمد جواد حقشناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به عنوان یک حزب اصلاح طلب آقای محمد جواد حقشناس به عنوان یک عنصر با سابقه ژورنالیستی و روزنامه‌نگاری کشور آقای محمد جواد حقشناس به عنوان کسی که تو ستاد آقای خاتمی کار کرده شما زو وجهتین هم نیستین وجوه حقوقیتون میچربه به پوزیشن کمیسیون فرهنگی توی شورای شهر پنجم میخوام ببینم خودتون هوه به ما هوه بالاخره شما یه شخصیتی هستین که قرار بود شبیه فامیلیتون باشین حق شناس باشید این حق رو شناختین ظلمن هم شناختین قرار نبود که فقط حق رو بگین دیگه میخوام ببینم که چقدر براتون مهم بود که با این تخلف و این فسادی که براتون مسجل شده بود مقابله بکنید از همه ظرفیتاتون استفاده بکنید به افکار عمومی که میدونستید انتظار و توقع داشتن که بدونن توی دوره
ریاست آقای قالیباف توی 10 سال چه بر سر شهر تهران و شهرداری تهران اومده، این انتظارات رو برآورده بکنید. من حالا با شما دارم صحبت میکنم، ولی این سوال بعد از 20 نفر دیگه هم پرسیده بشه. که سوال بسیار به جاییه. شورای شهر تهران 3 تا شهردار انتخاب کرده، 3 تا شهرداری که پرونده هاشون مثلا نصف و نیمه تموم شده رفته و کارنامه شفافی جلوی چشمون نیست آقای حق‌شناس. یعنی بینی و بین الله، من الان به معنی روزنامه‌نگار نشستم نگاه میکنم، هی دارم تو ذهنم مرور میکنم، مثلا شهردار آخرتون که آقای حناچی الان چند وقت هم نمیدونیم کجاست، میبینم خب ایشون یادم میاد رو دو چرخه دیدمش آخرین بار. آقای افشانی رو یادم میفته که اینقدر که طول کشید ایشون بشه شهردار تهران، طول مدت شهردار بودنش نبود، یعنی اون بیشتر از شهردار بودنش بوده. و آقای نجفی که یه گزارشی رو تنظیم کرد، اون گزارشه تحت تاثیر قرار گرفت. میخوام به عنوان خیلی صادقانه، به عنوان یک عضو شورای شهر تهران شبیه فامیلیتون شین و بگید که دفاع میکنید از عمل کرده شورای شهر تهران، نسبت سنجی هم بذارید کنید. حالا که من اینو خدمت و هم به اعضای من همین هفته گذشته تو 2 تا جلسه خیلی صریح و آشکار و تا حدود تند همین حرفایی که شما دارید به من میزنید رو به همکارم زدم که 3 سال از عمر ما گذشته، 1 سال دیگه باقی نمونده و قطعا این 1 سال آینده ما باید یک کارنامه از مجموعمون بدیم. من همچنان باورم اینه که ما در مقایسه با این 5 تا نهادی که تو تهران برنده شدیم همچنان وضعیتمون با فاصله از بقیه بهتره. اما جمله بعدی که من به همکارانم گفتم تو همین هفته گذشته تو 2 تا جلسه متوالی و اونجا خیلی سریع شد میداد تندتر از چیزی که دارم میگم، این بود که ما از ظرفیت موجودمون نتونستیم استفاده کنیم. چند درصد ظرفیت موجودتون استفاده کردیم؟ من فکر کنم شاید اگه ظرفیت که ما استفاده کردیم 30 تا 40 درصد بیشتر استفاده نشده. پس میتونیم بگیم شورای شهر تهران رفوزه شده دیگه؟ نه. چرا دیگه 30 درصد استفاده کردین؟ نمره رو میخواید بدید دوستای دانشگاه این چند میدین از 1 تا 20؟ آقای حق‌شناس از ظرفیت استفاده نکردن با اینکه اتفاقاتی گفت داده. آقای حق‌شناس به شورای شهر تهران چه نمره میدید؟ استاد دانشگاه این، استاد نمره دادن این، چه نمره میدید؟ من عرض میکنم من اگه بخوام به خودم نمره بدم توی مجموعه شاید مثلا 12-13 بدم به این با اون 35 درصدی که ظرفیتون استفاده کردن نمیخونه. نه نکنید، من 2 تا قصه است. ظرفیت یه داستانه، حداقل وظیفه‌ای که باید کار می‌کردیم یه داستان دیگه است. یعنی اون نمره‌ای که شما در واقع می‌خواید بگیرید، انتظارات افکار عمومی، انتظارات گفتمان اجتماعی، طرفداران گفتمان اجتماعی نسبت به یه بخشی از اصلاح طلبان، این انتظارات شما برآورده کردین یا نه؟ انتظارات مردم رو برآورده کردین؟ نکنید، این یه مقدار نیاز به صحبت داره و سخن داره. ما یه وظیفه و باری رو برای این شورا تعریف کردیم که این وظیفه و بار مثل اینکه بار تریلی میمونه که دادیمش به یه ماشین ژیان ببرتش. این بار تریلی با این ماشین ژیان و موتور ژیان همخوانی نداره. نگاه کنید شورای قبل 31 نفر بودند، خب الان شده 21 نفر. یعنی شورای شهر 10 نفرش کم شده، شده ژیان. الان عرض میکنم چی بوده چی شده. نگاه کنید تهران 10 میلیون جمعیت داره. شما خود با یه روزنامه نگار سرچ کن شهره مثل ما رو، استانبول رو ببین کنار ماست، هم جمعیت ماست، قاهره رو ببین، اسلام آباد رو ببین، حالا اونور نمیدونم کراچی اندازه ماست، بمبئی رو ببین، نمیدونم کلکته رو ببین، شورای شهرشون رو ببین چند نفره. تو استانبول حدود 230 نفر شورای شهرشه. هامبورگ 131 نفر با 3 میلیون جمعیت 131 نفر شورای شهرشه. شهر تو خود همین ایران اصلا ببینید، یعنی اگر تعدادتون بیشتر بود خیلی حال و هوای شورای شهر خیلی بهتر میشد، قانونش خیلی بهتر میشد. شما میگین یه باره 100 کیلو بار، این 100 کیلو بار رو باید 20 نفر ببرن یا باید 100 نفر ببرن؟ آقای حق‌شناس میتونم خواهش کنم انتظاری حرف نزنید، عینی به من بگید شورای شهر تهران چیکار کرده؟ ببخشید از این بهتر میشه برای شما مثال بزنم؟ مثال کاری بزنید. یک پروژه نامگذاری خیابان‌های تهران، 2 نمیدونم برگزاری نمایشگاه فلان، 3 اینا میتونید 1-2-3-4 بگید. اصلا کاری نمیخواد بکنید. شما برو لواسان، یه شهر 25 هزار نفر 5 تا عضو شورای شهر داره. این 5 نفر به اندازه اون 25 هزار نفر که میخوان کار کنن بخواد ببینتشون، تقاضاشون دنبال کارشون دنبال بکنه و فضایی که وجود داره کاملا منطقی چیده شده. اما یکی از مسائل ساختاری ما اینه که این شهری که باید حداقل 150 تا آدم میومد کارش انجام میداد واگذار شده به 20 نفر. کمیسیون ها رو شما ببینید،
ما کمیسیون داریم سه نفر عضو بشه. خب کجای دنیا کمیسیون سه نفر شما تعریف میکنید؟ مسئله محیط زیست تهران و مسئله ارزم بزرگتون امور زیست شهری و ارزم بزرگ خدمات شهری رو کمیسیون سه نفره باید اداره کنه. آقای حق‌شناس من میخوام یه خورده برگردم قبل‌تر، اجازه میخوام بیرون کلمتون شکر. اخباری وجود داشت وقتی شورای شهر پنجم آغاز به کار کرد، اخباری در رسانه ها نقل شد که تعدادی از اعضای شورای شهر تهران توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند، تعداد دیگه از اعضای شورای شهر تهران توسط یک نهاد امنیتی احضار شدند. اول بفرمایید که این خبر صحت داره بعد از چند سال یا خیر؟ من بخونید میگه اولین ماه رمضان همون سال بود، تو یه افطاری رو ما دعوت آقای علوی بودیم وزیر اطلاعات، اونجا در واقع این خیلی به نظر من تو اون دعوت و تو افطار گفته شد که آقا مراقب باشید که به هر حال شورا زیر ضرب و زیر به هر حال نظره که خلاصه اتفاقی برای شورا نیفته تو مجموعه. این یک چیزی که انذارتون دادن نه. یا تهدیدتون کردن؟ نه انذار بود، مراقبت از خودشون بود، اصلا خیلی رفتار خوب بود تو مجموعه. برخی از در واقع مباحث هم من بعضا شنیدم که ما شاهد برخی از در واقع نشست هایی بودیم با برخی از اعضا، من فقط خبرشو دارم ولی چه مباحثی مطرح شده. از احضار همکارانتون خبر ندارید؟ چرا؟ چند تا مورد بوده که مورد خاص مثلا بحث بوده که احتمال سوال شده، پرسش شده و نهایتا برخی از دوستان آمدن و مسئله رو مثلا توی شورای هماهنگی، شورای هماندیشی مثلا گزارش کردن. در این حد هم مثلا ما داشتیم. در مورد خودم هم شاید یک بار مثلا این اتفاق پیش آمد که بعد از مجموعه از در واقع اتفاقاتی برای نامگذاری تهران پیش آمد توی یک مقطع، از من خواسته شد که من برم اونجا و گفتگو بکنم. کدوم نهاد شما رو خواست؟ وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات. بله. احضارتون کردن یا تلفنی؟ تلفنی گفتم بیا و من مشورت کردم با آقای هاشمی و به هر حال من خودم ابا دارم از اینجور رفتنها. آقای هاشمی گفت بذار من بپرسم و وقتی از وزیر اطلاعات پرسید ایشون خبر نداشت. گفت احتمالاً اداره کل تهران بوده و اداره کل تهران هم در واقع آقای هاشمی سوال کرد. گفتن که میخوان ساختار و سازوکار تصمیم سازی و تصمیم گیری رو بدونن. اما کدوم نامگذاری ها بود بهتون زنگ زدن؟ تو وهله اول ما برای شاعران و برای برخی از هنرمندان گذاشته بودیم، آقای شجریان و ارزان حضورتون تعدادی از شاعران. شما رفتین؟ بله من رفتم. خب چی گفتم بهتون؟ چی میخواستم مشخصا؟ شون برایشون سوال بود که چرا همچین در واقع روی کردی شورا داشته یه کمیسیون چرای انتقادی نامگذاری. بود که چرا داری این کارو آره. میکنی یا چرای استطلاعی بود؟ نه نقد داشتن. نقدشون هم به هر حال جدی بود. یه مدارم به هر حال باور گفتن بهتون. آره باورشون بود که مثلا ما مثلا نمیپذیریم این، نمیدونیم یعنی چی. که من فکر میکردن که قراره که اسامی شهدایی که سردر کوچه هاست رو عوض بکنیم. خب اصلا اینجوری نبود. ما به لحاظ عمل کردی آقای حسینی در مقایسه با تمام شورای قبل تعداد نامهایی که ما برای شهدا گذاشتیم به لحاظ کمی خیلی، اگه از اونها بیشتر نباشه کمتر نیست. ما اصلا تو این بخش با کسی هم شوخی نداریم. من خودم باورهام اینه، وقتی میاد وای میسم دفاع میکنم، شورام همینه. خود کمیسیون نامگذاری سه تا عضو شورا توش هستن، بنده جانباز انقلابم، آقای خلیل آبادی برادر شهیده، آقای حجت نظری فرزند شهیده. این سه تا عضو شورا عضو کمیسیون نامگذاری هستن. خب اصلا ما نسبتمون با شاهد و شهید و نمیدونم انقلاب خیلی روشنه، خیلی مدعی هستیم. این شورا بیشتر ایثارگرا رو داره نسبت به کل شورای قبل. یعنی ما توش آزاده داریم، توش برادر شهید داریم، فرزند شهید داریم، فرزند جانباز داریم. تعدادشون اصلا در مقایسه با شورای قبل خیلی هم بیشتره. از این بابت ما مشکلی نداریم. حالا این خب اما نسبت آره، یعنی راجب این بود که خب این اتفاق نیفتاده بود. 40 سال از انقلاب گذشته، آقای مثلا مشیری شاعر بزرگ مملکت یک کوچه پس کوچه به اسمش نیست، یه بنبست به اسمش نبوده، اخوان ثالث نبوده، آتشی نبوده،
سایه ابتهاج نبوده. اخیراً هم شاهدون هستیم که انتقاداتی به عملکرد شورای شهر و مشخصا کمیسیون فرهنگی به ریاست شما مبنی بر نامگذاری برخی از کمیسیون نامگذاری خیابان دکتر مصدق، خیابان مهندس بازرگان. تو قصه مصدق وقتی مطرح شد نکنید اون فاز اول بود که شورا هم رأی داد، اونجا اعتراضی نشد رسما. حداقل به من منتقل نشد. خودتون یه سوالی بپرسین، شما مقلد آقای خمینی هستین، نگاه امام خمینی با آقای مصدق چیه؟ نکنید مقلد به شما بگم، نگاه سیاسی امام فرمودین براتون مهمه. بله نگاه سیاسی اونجا امام. بحث تقلید گفتی، تقلید شرعیات براتون مهم نبود، اینجا نگاه سیاسی. نه که مهم نبود، من اینو اصلاح میکنم. نکنید من تو حوزه شرعی این که الان شک بکنم بین دو و سه یا بین سه و چهار، قطعا اولین کاری که میکنم میرم رساله رو باز میکنم. او مسلم نبود، این جمله امام خمینی درباره جمله من رو داشته باشید، مرحوم مصدقه. او مسلم نبود، او مسلم نبود. وقتی داشتی دامگذاری میکردید خیابونه دکتر مصدق به این جمله فکر کردید یا نه؟ حالا عرض میکنم، نکنید اون تقلید اول روشن کنم، شما یه مقدار برداشت بد نکنید. آقا الان من میخوام روزه بگیرم، ساعت نمیدونم با اذان غروب آفتاب مثلا حساب بکنم یا غروب آفتاب رو حساب کنم که افطار کنم، اینو من قطعا از امام میپرسم و به رسالش مراجعه میکنم. این یه داستان. تو عرصه سیاسی من خودم رو مورید امام میدونستم و در واقع پیرو امام میدونستم تو این قصه. اینجا مقلد معنی نداره. من تو عرصه سیاست برای خودم شأن قائلم و شأن اجتهاد قائلم. یعنی من معتقدم که من سال 58 شدم دانشجو علوم سیاسی، فعال سیاسی بودم از سال 55، بعد رفتم تو دانشگاه. خطاب تو این کشور کی؟ الان عرض میکنم، من بعد رفتم علوم سیاسی رو خوندم، تو وزارت کشور کار سیاسی کردم، تو احزاب کار سیاسی دعوا حزبی کردم، فوق لیسانس هم روابط بین الملل، دکترام همینه، 15 سال 20 سال هم از دارم تدریس میکنم. یعنی اینجا فهمم از مسائل سیاسی برای خودم از هر چیزی مهمتره. فهم سیاسی خودتون از فهم سیاسی ما بیشتر میدونید؟ نکنید تو این قسم اصلا مقایسه نمی کنم. اگه من برسم به این که فهم سیاسی اینه که اینجا از عرصه سیاست این درست است، قطعا به این بیشتر باور دارم. اگه حتی تمام عالم یه جور دیگه فکر کنه، تمام عالم، یعنی وقتی من مثل دوای پزشک میرسه که این الان این کار بکنه برای سلامتیش خطره یا نظر میده، وقتی به این قطعیت رسید دیگه کار به صد تا نظر دیگه نداره. بین نظر خودتون و نظر امام که راجع به مرحوم مصدق گفتن اون مسلم نبود، یا راجع به جریان ملی مذهبی آنقدر که اسلام از جریان ملی مذهبی سیلی خورده است، هیچ گروه سیاسی نخورده، و اون انتقاداتی که به دولت مرحوم مهندس بازرگان وجود داره، میخوام ببینم این تو ذهن کمیسیون نامگذاری و جناب عالی به عنوان کسی که پیگیر این مباحث هستین میچرخیده؟ آره قطعا میچرخید. نکنید اینجا اینه که اگر فرض کنید که امام هست و میخواد آقا پست نخست وزیری رو الان بخواد انتخاب کنه و بده این مملکت دست آقای بازرگان یا بده دست آقای میرحسین موسوی، اینجا من این جایگاه رو به امام و برای امام محترم قائلم و حق امام میتونم که با عنوان کسی که نشسته رهبر و نشسته در تصمیم میگیره که اداره کشور رو بده به آقای مهندس بازرگان یا بده به رجایی یا بده به باهنر یا بده به میرحسین موسوی. اینجا شأن امام درسته و من اینجا از این بابت تبعیت میکنم که واگذاری اداره کشور در اون مقطع خاص در اون زمان با تشخیص ایشون درسته، بندم تابعم نمیدونم. الان رهبری شما رو صدا بکنن، جلسه شورای شهر تهران جلسه داشته باشه با رهبری، رهبری من جمله تمام بشه. خب این پذیرش این که کی اداره کنه، اما الان رسیدیم اینجا به این که یک نام میخواد توی خیابون بشینه. ما تو تهران 70,000 تا معبر داریم آیا حسینی. این 70,000 تا معبر رو دارم من نگاه میکنم به عنوان کسی که نماینده مردم تهرانم، نماینده حاکمیت هم نیستم. اینجا من باید در واقع ببینم مردم تهران چی میخوان و آیا قانون به من این اجازه رو داده یا نداده. خب اگه به من قانون اجازه داده که من این کارو بکنم و اگه خواسته مردم تهران این باشد که این کار بشود، من وظیفم چیه؟ جز اینکه مردم تهران بودی که اسم خیابون بذارید خیابون دکتر مصدق؟ قطعا نکنید. درخواستی برای شما ارسال شده؟ بله درخواست شده، نامه اومده. خیلی از شخصیت ها آی دایی نامه نوشته به من که آقا نام آقای مصدق رو بذارید این خیابون.
نه درخواست مردمی درخواست مردم آقای دعایی فرق میکنه. بله ببخشید آقای دعایی هم بالاخره یک شخصیت داره میده، اون نامش اومده، ده ها درخواست هم اومده. در نامه اگر الان از بیت رهبری براتون بیاد که اسم دکتر مصدق رو چرا گذاشتین بردارین چیکار میکنین؟ نکنید. اگر رهبری آقای دعایی بهتون نامه داده درخواست داده که اسم خیابونو بذارید دکتر مصدق، اگر از بیت رهبری یا شخص رهبری، نه اصلا شخص رهبری، یکی از اعضای دفتر رهبری زنگ بزنه که چرا اسم خیابونو دکتر مصدق گذاشتین چیکار میکنین؟ گفتم خیلی با گفتم، من گفتم که ما گذاشتیم کار خوبی هم کردیم. یعنی اگر نظر رهبری باشه، نظر فرق میکنه، نظر رهبری قطعا اگه باشه من میپذیرم، اما اگه بخواد خارج از نظر امام راجب دکتر مصدق مهندس بازرگان، اگه امام اگه امام جریان مذهبی کشور میتونه اینطوری تصور بکنه که شما بهشون دهنکجی کردید؟ نخیر، اگه بکنه اشتباه کرده. نخیر، من اینجا دارم چه داستان چرا دارم؟ چون باورشون اینه که خب دکتر مصدق مسلم نبود، شورای شهر اصلاح طلب اسم این کسی گذاشته که من مسلم نبوده. شما نمیپذیرین؟ آره من اصلا نمیپذیرم. نخیر آقای مصدق مسلمان بود، ایشون کتاب نوشت. شما میگی مسلمان؟ بله مسلمان بود، شکی من ندارم. ایشون نگاه کنید، امام میگن مسلم نبود. حالا من کاری ندارم بود یا نبود، من مأمور تفتیش عقاید نیستم، ولی جناب نگاه کنید تعریف داریم. من که نمیتونم همینجوری بپذیرم از هر کسی. حتی اینجا ببخشید خود امام معصوم هم اینجا به سخن بگه علال قاعده من اینجا دارم قضاوت میشم. حضرت علی با مرد یهودی که در واقع زرهشو گرفته و تصاحب کرده، حضرت زرهشو پیدا کرده رفته پیش دادگاه، میگه آقای قاضی تو نظر بده، میگه من شاهد ندارم. آقای قاضی هم حکم میکنه، میگه این زره مال عرضم بزرگتون مرد یهودی. میره، حضرت هم میپذیره. حضرت دروغ میگفته؟ قطعا قاضی میدونه که دروغ نمیگفته و اون مرد یهودی داره بهش دروغ میگه. شما قاضیه، شما به اجتهاد فردی خودت نه, نه من جایگاه حقوقی می دارم میگم و اینجا توی ماجرا خیلی روشنه. قاضی میدونه که حضرت دروغ نمیگه، اما شأن باز آیین باز در واقع بازپرسی و آیین دادرسی بهش چی میگه؟ میگه هر کسی ادعا داره میکنه باید دو تا شاهد عادل بیاره تو اون قاعده خودش. حضرت نمیتونه این دو تا شاهد عادل بیاره، قاضی حکم میکنه بر علیهش. آقای یهودی این زره رو ور میداره میره و بعد میگه آقا چون این حکم کردی من آقا قبول کردم، بر میگردونه و میپذیره، میگه آقا من قبول کردم که این مال من نیست. من میخوام بگم که خیلی روشنه اینجا یه شأنی است که وجود داره. بنده به عنوان کسی اینجا نشستم، آقا مسلم یعنی چی؟ مسلم کسی میگه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، این تکلیف مسلمه. رساله که نوشته راجع به ارث در اسلامه. وقتی هم که فوت کرده با این اسلام و با این اسلامی دفن کرده، گفته من تو قبرستان مسلمی هم دفن کنید. اینا وصیت نامش با بسم اللهش و با سابقهش و با مجموعهش، یعنی چی مسلم نبوده؟ خب اینو من خب بعد امام بگیم که یعنی چی مسلم نبوده. اینجا در واقع نکته که داره بحث میشه که نکنید اینجا بحث ملی گرایی با یک شأن سیاسی داره مطرح میشه در مقابل شأن، نه اینکه اون مسلمان نیست به معنی گویان لا اله الا الله. دست و قرض خب؟ اسم خیابونو گذاشتید دکتر مصدق. این داستان اینجا در واقع بحثی که وجود داره، من حرفم اینه، میگم آقا این شهر 70,000 تا معبر داره و 10 میلیون جمعیت. اگر تو این شهر ما بپذیریم که ما این جایگاه ها وجود داره و دیدگاه های سیاسی اینجا فارغ از مجموعه آدم هایی که بزرگ بودن تو این شهر و وجود داشتن، هر کدوم برشون یه موقعیتی تعریف شده. فکر نمی کنید که جریان اصلاحاتی که سالهاست تبدیل به سوژه شده برای گفتمان حاکمیت و برای حاکمیت با انتخاب های این شکلی سوژه تر میشه؟ و نگاه سوء ظنی که به جریان اصلاحات وجود داره، به کارگزارای سازمان سیاسی اصلاح طلب وجود داره، شدیدتر میشه؟ من اینجا میخوام بگم که نگاهی حداقل شورای شهر داشت، به نگاهی که ما داشتیم یک نگاه کاملا شهریه، نه نگاه سیاسی به ماجرا. خب من دارم میگم حق شهر. نمیخواستیم برای خودتون یه کارنامه درست بکنید به عنوان اصلاح طلب، بگید ما یه کاری هم کردیم، بالاخره اسم خیابونی و مهندس بازرگان گذاشتید. اگه شما اسمش کارنامه بذارید شاید بشه بگیم، ولی نکنید هزینه که اینجا ایجاد میکنه به قول شما تو حوزه حاکمیت، مگه هزینه کمیه؟ مگه دلخوریه که پیش اومده مگه کمه؟ این هزینه ای که ایجاد کردید خب کارآمدتر میکنه شورای شهر پنجم رو یا ناکارآمدتر میکنه یا اختلال اخلال ایجاد میکنه؟ ممکنه نگران کنه، دلخور کنه، خیلی حالا یه جایی هم ناکارآمدی به دنبال بیاره، اما من میخوام بگم شأنی که اینجا وجود داره، ما در واقع داریم گفتمان رو دنبال میکنیم، گفتمان اعتدال، گفتمان تحمل پذیری، گفتمان
حوزه اصلاح طلبی تو چه حوزه داره صحبت میکنه که بشینیم برای دیگران هم حقوق قائل بشیم، برای اقلیت هم ما در واقع شأن و حقوق قائل بشیم. دکتر حق‌شناس، شما استاد علوم سیاسی هستین، استاد بنده هم هستین تو حوزه روزنامه‌نگاری. نام دکتر مصدق و نام مهندس بازرگان خاری در چشم استخوانی در گلو برای یک گفتمان مذهبی توی جامعه ما هست یا نیست؟ شما این خار رو، این خار در چشم و این استخوان در گلو رو بازه یا کردید یا نکردید؟ آقا اگر به زعم بعضی هست که من رد نمی کنم، میشناسم، من میخوام بگم این در واقع اشتباهی است که اتفاق افتاده و باید اصلاح بشه. نخواه اصلاح یعنی چی؟ یعنی که ما تحمل کنیم همدیگر رو، شهر همدیگر تحمل کنه. آقا ما هم با هم استعلام گرفتین قبلش؟ سعی کردین که استعلام بگیرین؟ مثلا قائل به استعلام نیستم تو این حوزه. خب من خودم نیستم، شعرم فکر نمی‌کنم تو این قصه، به هر حال نه اینکه ندونه، اما من دارم اینو میگم. میگن شما تو این شهر خیابانی دارید به نام فدایان اسلام، خیابانی دارید به نام نواب صفوی، بزرگراهی دارید به نام نواب صفوی، بزرگراهی دارید به نام آیت الله کاشانی. خب من سوالم اینه که اگه بنا بر معصومیت باشه، مگه فرض کنید چهرهایی که اینجا وجود دارن تو شهر و نامه هاشون هست، از ابو علی سینا و رازی و خیام و نمیدونم صناعی و کریم خان زند و و و و و, و اینا مگه معصوم بودن؟ مگه اینا اشتباه نکردن؟ مگه کریم خان زند کم آدم نکشت؟ خب اسمش هست تو این خیابون. نگاه قدرت براتون خیلی اهمیت نداره؟ نه، واقعیت موجود چیه؟ ببخشید من میخوام بگم که اصلا این نیست که ما اینجا که نمیخوایم دولت بدیم به دست آقای بازرگانی که 27 سال پیش مرده، یا 60 سال پیش آقای مصدق، 50 سال پیش، 60 سال پیش فوت شما کرده. اسامی کسانی خب؟ روی خیابون رو مطرح کردید که بینش سیاسی ان، مرزهای سیاسی رو ساختن، دعوای سیاسی رو ساختن، تجادلات و تنازعات، اینا همه در موقعیت تاریخی عجیب و غریبی، آدم‌ها رو از هم دور کرده، گروهایی رو شهید کرده. اصلا قبول ندارم. نکنید آقای بازرگان وقتی فوت میکنه 27 سال پیش، اولین کسی که پیام میده خود آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبریه. تو پیام آقای خامنه‌ای شما بفرمایید بخونید با کی؟ به آقای صحابی، به جانشین آقای بازرگان. دکتر مصدق و مهندس خب. بازرگان محبوب جمهوری اسلامی هستند به نظر شما؟ ببخشید، رهبر جمهوری اسلامی برای فوت آقای بازرگان پیام می‌نویسه. پیام می‌نویسه که ایشون نواندیشه، پیام می‌نویسه که ایشون مبارزاتش قابل ارزشه، فلان فلان فلان. ایشون برای آیت الله خب. منتظری هم پیام نوشتن. ایشون خب قاعده ایشون به عنوان رهبر باید رهبری بکنن، اگر رهبری بکنن و پیام بدن. رهبر پیام میده، ولی اعوان انصارشون که تقرب دارن و مقربین بالاخره به مو دستگاه رهبریان چی؟ خب ببخشید، من اینجا بعد اینجا از کی خط بگیرم؟ از خود رهبری خط بگیرم یا از اعوان انصارشون؟ من چیزی که روشن، پیام روشنه، چرا باید از جای دیگه؟ یعنی شما برای نامگذاری مهندس بازرگان و بی حالا مرحوم مصدق که چی مهندس بازرگان، این تو ذهنتون بود که رهبری نامه نوشتن برای؟ بله، وقتی پیام داره من برام کافیه، حلال دیگه، ایرادی نداره. بله کاملا پیام روشنه. آقای حق‌شناس، چرا شب 23 ماه رمضان ربنا یه خانم تو اینستاگرامتون پخش کردید؟ خب چرا نباید بکنم؟ حکم فقهی چیه؟ صدای خانم میتونه بخونه به نظر شما؟ بله میتونه بخونه. یعنی ما یه خانم میتونه خوانندگی بکنه، حالا فرق نداره، قرائت قرآن باشه، من اتفاقا خواندن یه شعری باشه. وقتی که این در واقع نگرانی منتقل شد، 4 روز بعدش من فتوای خود مقام رهبری رو گذاشتم تو همون صفحه هم که ایشون فتوا داده بود که خواندن قرآن از توسط خانم‌ها بلامانه، و اونم هیچ چی نخونده بود جز قرآن. یک دقیقه داره ربنا میخونه بر اساس عرضم حضورتون سیاق جناب شجریان، کاری نمیکنه. چرا نباید بخونه و چه اشکالی داره که بخونه؟ چرا جامعه مذهبی ما اینقدر ناراحت شد از این اقدام شما؟ من نمیدونم، من اینجا در واقع چرا دستگاه امنیتی ما شما رو خواست بابت این دستگاه قضایی ما نکنید؟ حتی به منم گفتن حذف کن، ولی من هرچی خودم بالا پایین کردم گفتم من این کارو کردم. شاید اگر مثلا ملاحظات از قبل می‌دونستم قبل شاید نمی‌کردم، اما وقتی کار انجام شد. چه ملاحظاتی رو می‌دونستین؟ مثلا اینکه مثلا فرضاً مقامات عالی رتبه قضایی حساسیت دارن نسبت به ماجرا، مشورت اگه کسی به من میداد من ممکن بود تأمل بکنم. ولی اون لحظه که تصمیم گرفتم شب قدره، 2-3 ساعتش هم گذشته، بینی و بین الله دارم این پیام میدم که بابا
ما فضای قدر، فضای شخصی آدم هاست با خدای خودشون تو ماه رمضان. ما که نباید فقط با قرائت حاج منصور عرضی و نمیدونم عاشق حسین انصاریان ارتباط تعریف کنیم. مسجد و شب قدر در تمام ایران جای سوزن انداختن نیست. حالا چرا خواستید حسین؟ شما که میدونستین این حساسیت رو ایجاد میکنه، چرا این حساسیت رو ایجاد کردید؟ من بکنی بحثم این بود که ببخشید من دارم با یه سری جوان یه سری آدم صحبت میکنم توی مملکت، دارم میگم بابا تو اگر بتونی این ارتباط رو برقرار کنی و رابطت رو با خدای خودت و با مسجدت و با شب قدرت برقرار باشه، این قرائت همه این قرائت ها از لحن و از صوت حاج منصور عرضی در نمیاد. خب دعای جوشنی از شیخ حسین انصاری در نمیاد. دعای جوشنی کبیر خانم هایدر هم میذاشتی. من اون رو ندیدم، من نشنیدم. من براتون ارسال خب بکنم شب قدر میذارید دعای جوشنی کبیر خانم هایدر رو؟ نه من هایدر رو نخواهم گذاشت. چرا؟ اما چه فرقی داره؟ فرق میکنه خانم هایدر با خانم تهرانشیان. من خودم شاید گوش کنم اون در واقع جوشن کبیر خانم هایی داره، اما تو اینستاگرام هم نمیذارم چون خیلی خانم هایی داره با وضع دیگه دیدن، خب نمیخوره اون وضعیتشون. من برای خانم شخصیت مهمه بخونید. یا تون صدای زنانه مهمه؟ من شما چون آخونزاده این بالاخره خودتونم من اصلا بحث تون صدا این تون صدای من برای اون شخصیت دیه... مهمتره. نکنید اون شخصیت فرد مهمتره. احکام تو مثل ساز، مثل ساز میمونه دیگه. ما بعد از 40 سال همچنان ساز توی پخش نمایش ساز توی تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی به شدت اعتراض دارم. شما اعتراض دارید ولی حاکمیت میگه ساز، مراجع ما میگن ساز. ببخشید حاکمیت اشتباه میکنه خوب. تو این قسم مراجع هم اشتباه میکنه. خب من اینو نمیپذیرم این ماجرا رو. به همین دلیل که الان جوانای ما گیتار رو میشناسن، سازهای غربی رو میشناسن، انواع نمیدونم فضاهای اونها رو دستشون رو میشناسن، اما تار ایرانی رو نمیشناسن، عود رو نمیشناسن، نمیدونم تنبور رو نمیشناسن. این که نشد که دوچرخ زواری خانم کار خوبیه، کار بدیه؟ حتما کار خوبیه. شما دفاع میکنید از اینکه دختر خانمای ما سوار دوچرخه بشن؟ حتما دفاع میکنم. سوار موتور بخوام بشن چی؟ اونم همینطور. میخوام برن تو استادیوم چی؟ اونم همینطور. من اصلا براش پست گذاشتم. یکی از مواردی که تو دادگاه در واقع بحث شد یکی این بود که چرا من عکس یک عضو شورای شهر رو که سوار دوچرخه شده گذاشتم تو صفم. 6 تا ایراد از صفم در برده بودن. بر اساس گزارش اتفاقا معاون نیمه انتظامی تهران بزرگ. یکی این که چرا من عکس در واقع ورزش حضور خانم رو تو استادیوم گذاشتم. یکی این خانم جهانگرد ایران خارجی اومده بود ایران، رفتون عکس گرفته بود نشون میداد که مچ پاش پیداست، مچ پاش. میگفت این چه عکسی شما گذاشتید؟ و یکی هم بحث ربنا. اینقدر در واقع اونجا من با 13 صفحه من چیز شدم در واقع بازی یاره پس دادم. 6-7 ساعت هم اونجا بودم. آخر سرم بازپرس محترم گفت تو 200 میلیون تومان باید قرار وثیقه بذاری. گفتم ندارم. گفت نمیشه، میری بازداشت میشی. گفتم میپذیرم. حتی اونجا نمیدونم خواهرم و شوهر خواهرم اومده بودن خونهشون رو که بذارم اونجا، من نپذیرفتم. خواهرم اون روز با چشم گریون از دادگاه رفت بیرون. گفت یعنی چی؟ گفتم من نمیپذیرم، من هیچ دین هیچ کس نبودم. اگه الان تعدادی از دختر خانمای تهران با حجابی که از منظر حاکمیت حجاب درست بازداشت شدم نیست. من داخل رفتم بازداشت کردم 3 سال بازداشت شدم. اجازه بدیم میخوام یه چیزی دیگر از منظرتون بپرسم. اگر تعدادی از دختر خانمای گل مملکتمون این شهرمون با حجابایی که درست یا غلط، حالا من دیدگاه شخصی مهم نیست، بخوان بیان شورای شهر سراغ آقای محمد جواد حقشناس رو بگیرن، دوچرخه‌هاشون آورده باشن دم در، بگن آقای حقشناس بیا بریم دوچرخه سواری، شما پا به پای دختر خانمایی که اومدن سراغتون رکاب میزنید یا نه؟ من اینا اشکال بهش وارد نمیدونم. نه اشکال نمیدونم، من نظرتون نخواستم. الان هست فرض محال محال نیست. الان تعدادی 10-20 دختر خانم اومدن جلوی شورای شهر، خب یه دوچرخه برای شما آوردن، بهترین دوچرخه هم گذاشتن، میگن آقای حقشناس بیا رکاب بزنیم، میریم باهاشون رکاب بزنیم یا نه؟ اگه دو شرخه بکنن سه شرخه که من بتونم رانندگیشو بکنم باشون میرم. خب آقای اخشناس شما که اینقدر به مباحث فرهنگی یعنی خیلی نوع اندیشانه، یعنی برخلاف گفتمان مسلطی که سعی کرد یک گفتمان دیگه ای رو در ابعاد فرهنگی منتقل بکنه، سعی کردید که اون فهم خودتون رو نمایندگی بکنید چون نماینده مردم میدونید خودتون رو.
چقدر شاخکاتون روی تخلفات دوره قبل شهرداری تهران حساس بوده؟ خیلی. چند تا پست گذاشتید برای تخلفات شهرداری دوره آقای قالیباف؟ نکنید من تو همون مقطعی که یاشار براش اتفاق افتاد شاید تنها در واقع چهره سیاسی بودم که براش پست گذاشتم، مطلب زدم و دنبال کردم. دستتون درد نکنه، من به نمایندگی از آقای یاشار سلطانی و بقیه روزنامه‌نگار از شما تشکر میکنم برای تخلف وچه حقوقیتون. شما نماینده شورای شهر تهران، نظارت، پیگیری و بررسی عملکرد شهرداری تهران تو دوره خودتون و یه بخش عظیمی که منجر شد 21ش بازی رو ببرید، فهم مردم و درک مردم از تخلفات دوره قبله. اینم یکی از انتظارات افکارمون از شورای شهر پنجم جناب عالی و 20 نفر از اصلاح طلبایی که شورای شهر تشکیل دادین. چقدر پیگیری کردی تخلفات دوره قبل؟ ما بحث تحقیق تفحص همشهری رو دنبال کردیم، گزارش تهیه کردیم، فکر کنم 60-70 صفحه هم در واقع تنظیم شد که در واقع اینم پیگیر شدیم و فرستادیم که متاسفانه شما آماده کردید یا حفظ اطلاعات سپاه پرونده به ویژه پرونده آقای عیسی شریفی که قائم مقام آقای محمد باقر قالیباف بودن که امروز رئیس مجلس 11 جمهوری اسلامی هستند و خب بحث سر 1 میلیون تومان و 1 میلیارد تومان و 100 میلیارد تومان نیست، بحث سر میلیاردها تومان تخلفه تحت عنوان یه بخشش فروش هولوگرام که من دوست دارم به عنوان یکی از اعضای شورای شهر بگید هولوگرام فروشی یعنی چی؟ ولی این اتفاقات بسیار تلخی است که افتاده و من اینا هم بگم که تو این بخش شورا پیگیری داشته، مشخصا کمیسیون مربوطه که کمیسیون برنامه بودجه بوده که این حوزه رو باید دنبال میکرده دنبال کرده. آقای میلوهی تو همین بخش حتی اظهاراتش متاسفانه منجر به شکایت خود آقای قالیباف یا فرزندشون از ایشون شد و بعد ایشون به دادگاه رفت و متاسفانه دادگاه ایشون رو محکوم کرد که چرا ایشون در اظهارش اشاره کرده که معاون آقای قالیباف همچی تخلفی کرده، در حالی خب معلوم بود آقای شریفی معاون آقای قالیباف بوده. آقای شریفی تخلف کرده یا نکرده؟ چرا کرده؟ چقدر تخلف ایشون کرده؟ تو اظهارش چی گفته بوده؟ گفته آقای معاون آقای قالیباف تخلف کرده. شکایت کردن که شما چرا اومدی اسم من آوردی؟ خب مگه آقای شریفی معاون کی بوده؟ آقای شریفی خب معاون آقای قالیباف بوده. آقای حقشناس این بنده خدا محکومش کردن. آقای عیسی شریفی، آقای عیسی شریفی قائم مقام، قائم مقام کی بگیم شکایت نکنه نظام؟ من هم همین اسم شکایتشون خوبه. معاون شهردار وقت. معاون شهردار وقت. معاون شهردار چقدر تخلف کرده؟ حداقل گزارشه که به ما اعلام شد حدود 1300 میلیارد. 1300 میلیارد تومان در باب در باب مجموعه تخلفاتی که در واقع مطرح شده. هولوگرام تراکم دیگه. نکنید بحث حالا ترکیبیه دیگه. تخلفاتی بوده معروف به اون وقت شده و به هر حال ایشون بازداشت شده. توسط ایشون نکنید رفت خارج از کشور و بعد گفتن که ایشون از یه مقدار از در واقع مبالغ هم بیرون رفته. بعد به هر حال خوشبختانه پیگیری شد. نهاد امنیتی قبل شورای شهر جدید که مستقر بشه پیگیری شد و ایشون رو بازگردوند با شیوه‌های خاص خودش و بعد بازداشت شد و پرونده در واقع در اختیار نهاد اگر اشتباه نکنم اطلاعات سپاه باید باشه. پرونده توسط حفاظت ستاد کل نیروهای مسلح توسط سرلشکر باقری پیگیری شد و بعد ایشون بازگذار شد با موافقت رهبری پرونده پیگیری شد. مسئول بررسی و برخورد حفاظت اطلاعات سپاه، دادگاه ایشون هم توی دادسرای انتظامی دادسرای نیروهای مسلح داره بررسی میشه. چی بهش میگن؟ سازمان قضایی نیروهای مسلح داره بررسی میشه و خب چرا تو این مگه جرم اوضاع نیروهای مسلح بوده؟ خب ایشون نظامیه. خب چون نظامی بوده ولی من سوالم اینه که آیا به خاطر شأن نظامی ایشون تخلف کرده یا به خاطر شأن اداری؟ خب این سوالی که افکار عمومی از جناب عالی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران دارن. من انتظارم اینه که علارغم این رو من فکر میکنم این شأن نظامی ایشون نبوده تخلف کرده. اگه بنده به عنوان یک مثلا نیروی نظامی دارم اونجا وایسادم دارم با لباس نظامی تخلف میکنم، علارغم باید این بره توی به نظر میرسه حوزه نیروهای مسلح رسیده میشه. فرمون این که هزار هولوش 1300 میلیارد تومان اگه اشتباه نکنم بله تو حوزه تراکم میشه. بگی هولوگرام یعنی چی؟ هولوگرام در واقع یک اگه بخوام حالا خیلی ساده میتونیم بگیم هولوگرام یعنی تراکم سیار، فروش آفرین. فروش هوا. آره یه فروش در واقع متراژ مربع
ساختمانی که یه فرد در واقع اجازه پیدا میکنه که بتونه در روی زمین مشخصی علاوه بر مقررات مربوط به اون منطقه بارگذاری کنه. از ماجرای رشوه 65 میلیارد تومانی قطعا اطلاع دارید دیگه. بله. چه اتفاقی افتاده تو این 65 میلیارد تومان که آقای میرسلیم افشا کردن علیه آقای قالیباف؟ نکنید یه زمانی تو مجلس تو دوره قبل گروهی از نمایندگان ارزان بزرگتون فراکسیون امید پیگیر میشن که تحقیق تفحصی رو از شهرداری و تخلفات حوزه شهرداری به تصویب مجلس برسونن. خب این رویکرد موافقین و مخالفینی داشت تو مجلس و وقتی که مطرح میشه قانون گویا این رو منوط میکنه به موافقت کمیسیون تخصصی. خب حوزه شهرداری ها بلاز تخصصی ارجاع میشه به معاونت به کمیسیون عمران، کمیسیون عمرانی مجلس. خب تو کمیسیون عمرانی هم باز موافقین و مخالفینی داشته این تفحص. خب طبیعتاً موافقین مخالفین خب رأیشون رو داشتند، خب نیازی نبوده کسی در واقع بخواد رضایتی از اونا بگیره، از اساس مخالف بودن، حالا یا بلاز سیاسی یا بلاز هماهنگی یا بل هر راز باورهاشون. اما موافقینی که پیگیر بودند طبیعتاً اونجا مهم بوده که رأیشون عوض بشه و اینجوری که فعلا مسموعه، من نمیدونم دقیقاً چقدر درسته بر اساس گزارش که داشتن، به حال یکی از موافقین این تحقیق تفحص یکی از اعضای فراکسیون امید بوده، آقای سید افضل موسوی. آره ابوالفضل موسوی. سید ابوالفضل موسوی ایشون ارزم بزرگتون اونجا بوده و گویا به حال اخوی داشته ایشون در بیرون از مجموعه که یک ارزم بزرگتون انتظار یا یک رابطه مالی با شهرداری داشته که بدهی قابل توجهی بابت همین ساخت و سازها یا در واقع کارهای اقتصادی عمرانی شهرسازی به شهرداری بده کار بوده و مبلغ هم همین هولوش بین 60 تا 70 میلیارد تومان بود. 65 میلیارد تومان با آقای موسوی به اسم اخوی ایشون واریز بکنه. آره 60 تا 70 مبلغ اون ماجرا بوده و این منجر میشه که در واقع مراجعه بشه و گویا شهردار وقت از اختیاری که حالا ایشون میگه اختیار قانونیش بوده این رو این بدهی رو میبخشه یه جوری، یا در واقع این هولوگرام واگذار میشه به آقای موسوی. شورای شهر تهران چقدر از این موضوع اطلاع داشته؟ نداشت تا این در واقع ما حداقل خودمون اولین بار از زمانی که مطرح شد توسط آقای میرسلیم رو شنیدیم. پیگیری کردین بعد از اینکه آقای میرسلیم مطرح کرد؟ بله این موضوع توسط همون کمیسیون تخصصی دوباره پیگیری شد و ارزم حضورتون در حال تهیه گزارش هستن. تهیه گزارش معاونت حقوقی شورای شهر میتونه این قصه رو پیگیری بکنه در راستای رد مظالمی که به بیت المال شده؟ بله نکنید کمیسیون برنامه بودجه در واقع که این بحث رو دنبال میکرد پیگیر بود و درخواست هم کردن که از دفتر اداره کل حقوقی شهرداری آخرین وضعیت این مورد رو بیان گزارش کنند که در بتونن دریافت کنن ببینن چه خبر. آقای حق‌شناس بفرمایید به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران از میزان صدور هولوگرام یا فروش تراکم سیار در دوره آقای قالیباف و مدیریت ایشون بر شهرداری تهران شما عدد و رقمی دارید یا خیر؟ نه نداریم. اتفاقی که افتاد و مهم بود دوره جدید تمام این تخلفات رو متوقف کرد، دیگه اتفاق نیفتاد و در واقع کار یکی از مسائلی که شاید درآمدهایی که شما امروز می‌بینید شهرداری یه مقدار دچار مشکل منابع، مشکل جدی، شاید هنوز اداره شهرداری تو این حوزه، این درآمدها کلا متوقف شد
و ادامه پیدا نکرد و بخشی از مطالبات از گذشته دنبال شد که مثلا یه بخشش هم مربوط میشه به چند هزار طلبی که شهرداری تهران داره از همین مراکز و متاسفانه هنوز پرداخت نشده و یه گیر جدی است. یعنی یکی از مطالبات ما که به نظر میرسه شهرداری تو این حوزه یه مقدار دچار کمکاریه، بروز کردن این مطالباته که متاسفانه این مطالبات هنوز چند هزار پلاک ثبتی از املاک شهرداری تهران در اختیار دیگرانه؟ والا آماری که ارائه شد ابتدا حدود 2000 تا بود. 3700 تا 2000؟ نه 2000 تا پلاک ثبتی فرمودید، حدود 2000 تا بود که این 2000 تا حدود 3700 واحد میشه. این عدد خامه، اما اگر یه مقدار دقیق تر بخوایم دنبال کنیم، خب درصد زیادی از این پلاک ها و واحد ها در اختیار خود شهرداریه. یعنی این مجموعه است که مربوط ملک شهرداریه، مثلا به عنوان سرای محلی در اختیار مناطقه، به عنوان مثلا مجموعه است در اختیار عرضم حضورتون خود معاونت های تخصصیه. خب اینا رو باید به نظرم این آمار منزه سازی بشه، یعنی اون عدد خامه خیلی عدد دقیقی نیست، اون 3700 تا. به نظر من شما اطلاعی دارید که املاک خاص شهرداری تهران دست کدوم یکی از افراد خاصه؟ آره هنوز خیلی از این خونه ها در من فکر کنم اگه اون مواردی که باید پس گرفته بشه، من آخرین خبرم که از همکارانم در کمیسیون برنامه‌بودجه گرفتم که متأسفانه نمی‌دونم تو این بخش هم کمکاری شده. یعنی من انتظارم بود که دوستان اولین کاری که می‌کردن به هر حال بحث سایت شفافیت و شفاف کردن این املاک رو به اطلاع عموم می‌رسوندن که در اختیار کیه، حتی اگه زورشون نمی‌رسید که مثلا از این افراد بگیرن. فتاح، پرویز فتاح اومد تو تلویزیون، بله، گفت آقا این املاک بنیاد مستضعفان مالمون رو می‌خوایم. آره. پس بدید. حالا بماند که ایشون با چه انگیزه و نیت و چه هدفی اومد. خیلی به نظر من شورای شهر اصلاح طلب و شهرداری اصلاح طلب این کارو نمی‌تونه بکنه. اتفاقا من معتقدم باید می‌کردیم و نکردن دوستان. خب شما شخصا چه تلاشی کردید که متقاعد بکنید همکاران توی شورای شهر این کارو بکنن؟ من اتفاقا پیگیرم بودم به این قصه، حتی توی این فضا انتظار از دوستان بود، اما چون حوزه تخصصی ارزان بزرگ همکاران بود گفتن که ما داریم آماده میکنیم و من انتظار خودم شما گفتن. میتونید 5 تا خونه رو به ما اطلاع رسانی کنید مخاطبای معنای ما بدونید؟ من فکر کنم حتما اگر یک نشست دیگه بذاریم بنده فکر کنم بتونم با این لیست کامل بتونم از این خونه ها خدمتتون باشم. قول میدین که پیگیری بکنید توی شورای شهر قطعا حداقل از این 3700 پلاک ثبتی 100 تا شما اعلام بکنید که این املاک شهرداری که به نظر من میتونه باز پس گرفته بشه؟ فعلا آمار اولیه من فکر کنم حدود 700 تا است، یعنی اونایی که دیگه مسجله که نباید در اختیار طرف مقابل باشه، یا حتی اون 200 تا. چه ارزشی اون 200 تا املاک نجومی هم به نظر من یکی از مباحثی که جدی اونم می‌خواستم بپرسم 400 تا بود یا 200 تا بود؟ 220 تا اگه اشتباه نکنم. تکلیفش چی شد؟ اونا به هر حال یه بخشش زیر قیمت وقت مثلا داده شده، یه بخش هم شاید املاک نجومی نبود، یعنی مثلا تعاونی مسکن واگذار شده، یه دست کارکنان شهرداری اون موقع به صفت تعاونی مسکن مثلا رفتن گرفتن. آیا حقشناس زحمت داره که مثلا یه خونه تو شهری که قرب با 200 متر 220 متر واگذار شده به یه کارمند یا یه مدیر شهرداری آقای ایکسی خانم ایگرگی مثلا با 30 تومن ماهیانه 3 تومن 4 تومن؟ مثلا پیدا میشه تو اینا زیاده، یعنی ما اگه یه مقدار وقت بذاریم از این موارد شاید کم نباشه. جزو وظایف شورای شهر بوده که پیگیری کنیم. اما چون من تو این مثلا دقیق عرض کنم، من اتفاقا این مدتی است که به این قصه خیلی جدی فکر میکنم که چرا باید تو این حوزه ما کمکاری کرده باشه شورای شهر و حداقل ما با این آمار رو هیچ کاری نکرده باشیم، یک سایت درست کنیم، فهرست این خانه هایی که متعلق به شهرداریه و به نظر میسه در اختیار غیره بنابرای هر دلیلی، اونجا هم بگیم که آقای حسین، آقای تقی، این خونه مال مردم شهره، الان هم نوع واگذاریش اینه. یک مثلا بگو این نوع واگذاری این بود که این مثلا این ملک با این ویژگی ها در اختیار انجمن شاعران. آیا شورای شهر خب اصلاح طلب، آقای اقشناس، شورای شهر اصلاح طلب که یه سال از عمر کاریش باقی مونده
شهامت اینو داره که تمامی تخلفاتی که در هر دوره، حتی دوره ای که ممکن آقای نجفی بوده باشه، آقای افشانی بوده باشه و آقای حناچی، شهامت اینو داره که تخلفات شهرداران تهران و مدیران شهرداری تهران رو به سمع و نظر مردم تهران برسونه یا نه؟ من فکر کنم که این شورا میتونه این کارو بکنه و امیدوارم که بکنه. شهامتشو داره یا نه؟ بله، من فکر کنم باید داشته باشه. اگه نداشته باشه حداقل من خودم مدعیش میشم. یعنی شما آمادگی اینو دارید؟ بله، که بله. این اطلاعاتو کسب بکنید؟ بله، من رسانه‌ایش بکنید. من مدعیش میشم. بله. آقای حق‌شناس، به عنوان سوال آخر، اگر به عنوان سوال آخر، 3 سالی که آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهرند، آقای محسن هاشمی شما رو فرض بکنیم اگر شما رئیس شورای شهر باشید، چه کاری رو میکنید که آقای محسن هاشمی توی دوران ریاستشون نکرده و چه کاری رو نمیکنید که ایشون نکرده؟ آقای محسن هاشمی توی این دوره که به هر حال آمد، من خودم تصورم قبل از ورود به شورای شهر از آقای محسن هاشمی با وقتی که ایشون تو شورای شهر دیدم متفاوت شد. اون جایگاهی که به هر حال ایشون اونجا توش نشسته، نیاز به صبوری، نیاز به متانت، نیاز به تعامل، همکاری و برقراری ارتباط با تمام اعضای شورا و محقق کردن خواسته هاشون داره. توی این ویژگی انصافا بیشتر از حد انتظار ظاهر شد به نظر من. اما توی حوزه هایی هم به نظر من از اون حقوق ریاستش استفاده نکرد. اون جایی که باید قاطعیت نشون بده از کلیت در واقع حقوق شورای شهر و حق شهروندان استفاده کنه. جایی که لازم هست شهردار رو به عنوان منتخب شورا به مهمیز بکشه و اون وظیفه نظارتی که شورا پیگیری میکرده از شهردار بخواد و خلاصه نسبت شورا و شهرداری رو برقرار بکنه، شاید از این ظرفیتش ایشون استفاده نکرد. یعنی این بخش از ظرفیت به نظرم خالی موند تو مجموعه. در این حوزه هایی هم به نظر میرسه ایشون به هر حال با حوزه سخت قدرت خیلی اهل تعامله و به هر حال نظراتی که دریافت میکنه به نظر میرسه که مهمه و تنظیم میکنه خودش رو با انتظارات اون حوزه که من نمیدونم حالا چقدر میتونه مقاومت بکنه نکنه، این به هر حال تجربه شخصی ایشونه تو این حوزه. ولی به هر حال من فکر میکنم که ما اینجا انتظارم اینه که مهمترین مسئله قانون، حق مردم و دفاع از حقوق مردم باشه و اگر به یه جاهایی هم انتظاراتی هست، این انتظارات رو باید با مذاکره، با گفتگو تنظیم بشه که از حدود قانونی و حق مردم خارج نشه و بتونه به بدون اینکه به سوء تفاهمی برسه، بدون اینکه به برخوردی برسه، در حال دنبال کنه. شاید نمونهش من تو همین بحث کرونا من داشتم که به هر حال ما وقتی پیگیر شدیم، اینم خیلی قصه جالب بود. چی بود؟ اومدین اظهار نظر کردید، عدد و رقم دادید، بعد یه دفعه شورای شهر ساکت شد. نه ساکت اصلا نشده. ما همین هفته رفتم دادگاه بابتش. کجا ساکت شده؟ من شما رفتین دادگاه، بقیه همکارتون چی؟ همکار اتفاقا از تنها حوزه بود که خیلی تمام همکارا مطالبه شون و حتی خود رئیس شورا هم مطالبه را کرد، اما خیلی برخورد هم به دولت هم به اون سرعسته سخت قدرت براشون مهم بود که اظهار نظر متفاوتی نشنوند. وقتی که ما گلمند شدیم که این رویکرد با کرونا خوب نبوده، نادرست بوده، اعتراض ما داشتیم تو مواجهه، وقتی که آقای رئیس جمهور اعلام کرد که از 23 بعد مردم برن سر کار، خب من تو نطق 19 هم گفتم که آقا نکنید این کارو، از عجایب روزگار بود. و بعدم وقتی آمدن آیزالی اونجا توی سهن و خواستیم ایشون و گزارش خواستیم، من اونجا به هر حال نتونستم کنار بیام. از یه طرف من آمار بیزرا رو داشتم که آمار بیزرا به اندازه آمار کل کشور که داشت سخنگوی وزارت بهداشت. الان آماری که داره اعلام میشه آمار واقعی هست نسبت به دوره کرونا یا نه؟ چیزی که در من دیدم به شما بگم، ما تا 7 اردیبهشت آمار تفکیک شده اعلام میشد. اینقدر استان، اینقدر استان، اینقدر استان.
از اونجا به بعد قطع شد. خب من این رو ادامه میدادم، به هر حال تعطیل بود دیگه، ما قبول. وقتی که مسئله نظر رئیس جمهور مطرح شد و دولت که از 23 همه برن سر کار، حالا تهران از سیون بره، ما دیدیم اصلا نمیخونه شهر با این وضع احوال برگرده با اون موج دومی که ایجاد شد بعد سفرها، داشت های آمار هم میرفت بالا. روز ما میدیدیم مثلا در بیضه رو 120 تا 130 تا داریم دفع میکنیم، بعد آماری که داره اعلام میکنه از کل کشور برابری میکنه با آمار بیضه رو، بعضی روزا کمتره. خب من چطور میتونم قبول کنم؟ به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک عضو سیاسی اصلاح طلب، به عنوان عضو شورای شهر تهران، به عنوان یک روزنامه‌نگار صادق، آقای شهروند، فهمتون رو صادقانه با من و مخاطبین برنامه در میون بذارید. آمار کرونایی که الان داره اعلام میشه، فوت شدگان کرونا آمار واقعی هست یا خیر؟ نیست دیگه، من که خیلی جوابم با زبان ببخشید فارسی دارم میگم، من اعتراض کردم. خب من سه تا کار کردم من اینجا. اولا گفتم آقای بیزر آمار به من بده، آمار به من میداد ولی آمار مکتوب نبود، نمیدادن، رسمی نمیدادن. من با شفاهی بهتون میگفتم، شفاهی تلفنی، اینقدر تلفنی آره، یا حد اکثر اس ام اس هم میگفتن بده، نمیداد. بعد میدم میگفتن چی شده، بعد فهمیدم بهش گفتن حق نداری بدی، تهدید شده بود دولت، نه حوزه های سخت قدرت بهشون گفته بودن نباید بدید. خب من به شهردار گفتم آقا این آمار رو میخوام، دیدم نمیده. نامه نوشتم دیدم نمیده، دوباره نامه پیگیری کردم، رو نوشت دادم، دیدم که آقای هاشمی من زنگ میزنه که آقا شهردار میگه که این حق شناس داره دنبال میکنه. بعدم دوستان من گفتن تو چرا دنبال آماری؟ گفتم آقا به هر حال من مسئول این شهر آمار ببینم مردهایی که تو بیزراد دفن میشه و هر روزم دارم ببینم، من که آمارش دارم ولی سند میخوام ببینم چه جوری داستان چقدره. خلاصه آخر سر قبول کرد شهردار تهران که اس ام اس ای آمار بده به آقای هاشمی، آقای هاشمی بذاره تو گروه شورا و مینیستر جوش محرمانه. خب اب نداره، من این آمار گرفتم. بعد گفتم خیلی خوب، من میخوام ببینم چه خبره. آمارم که اعلام میشد میدیدم اصلا با این نمیخونه. یه تذکر دادم تو سن که آقای خلاصه ستاد کرونا تهران آمار تفکیک شده رو بده. دلیل هم این بود که آقا نمیخونه این آمار، آماری که من دارم و چشم میبینه و ملاحظه میکنم با آماری که تو میگی نمیخونه. همین، اصلا آمارم ندادم بیرون که بگم چی به چیه. این شد باعث گله گذاری، موجب شد تذکر بیاد آقای رئیس جمهور برگرده توی نطقش، توی صحبتش توی دولت برگرده بگه که یه عده کاسب کرونا اومدن خلاصه دارن نق میزنن خلاصه برای من حدیث قرآن خوندن. کاسب کرونایی که آقای روحانی گفتن مشخصا منظورشون شما برداشت کردن که شما این دل واقعا کی بود دیگه، گفت در نخ میزنن که آقا این چه جوریه. خب منم گفتم اب نداره، حالا ایشون دارن لقب میدن، ما این لقب به خودمون میگیریم، اب نداره، چشممون کور، دندونم نرم به قول جنوبیا. خودمون به هر حال تلاش کردیم ایشون رو بردیم، ایشون دیمش توی پاستور، حالا یادشون رفته. آقای حق‌شناس به عنوان عضو شورای شهر، آمار کرونا این چیزایی که هست، به نظر شما تو این شهر جون مردم گرونتره یا بادمجون؟ من فکر کنم جون مردم به هر حال اگه اهمیت داشت نباید باشیم اینجوری رفتار میکردیم، رفتار خوبی نکردیم. آقای مجتبی حسینی عزیز، من تمام دلخوره این بود که این جان آدمیه. خب اونجا برداشتم پیگیر شدم، دیدم نامه آمد از در واقع وزیر محترم دولت که آقا این مطالبتون رو ببرید داخل چیز، صحن علنی مطرح نکنید، تو جلسات خصوصی دنبال کنید. من اونجا جواب دادم، تو صحن گفتم آقا این شورا هیچ کاری نکرده از همین سوالات شما. اولین روزی که آمد جلسات غیر علنیشو حذف کرد، وایساد جلو مردم نشست، رأیشو شفاف کرد. خبرنگارا رو گذاشت، گفتم آقا ما قبلا چجوری بوده، روزای یک شنبه جلسه علنی، سه شنبه جلسه غیر علنی، ما دیگه جلسه علنی غیر علنی نداشتیم، همش علنی بود. یک شنبه سه شنبه با حضور 60 خبرنگار. یه نگرانی دیگه هم بعد از انفجار خیلی تعجب، من این جمله هم تموم بشه، ما اینو دعوا درخواست کردیم، بعد منجر شد به تذکر، بعد منجر شد به حتی سخنگوی محترم وزارت بهداشت ما رو اصلا متهم کرد تو سال 88 هم به برخی از سران شما خلاصه آدرس غلط، آمار غلط دادید، اونا رو گرفتار کردید. من باز جواب ندادم، گفتم ما آمار بدیم. رفتم ثبت احوال، دیدم ثبت احوال آمار زمستانش مرگش رو حذف کرده، نذاشته تو سیستم. خب گفتم من خودم ثبت احوال بودم، اسفند 98 رو، اسفند کل نه زمستان رو، زمستان فصلی میذارم، کلا تعطیل کرده بود.
تا فروردین صبر کردیم نیامد، تا آخر فروردین نیامد، تو اردیبهشت نیامد. هی زنگ می‌زدم که نامه نوشتم، نامه رو برگردوندن. گفتم آقا نمیشه که آمار شما چرا نمیذارید؟ قانون میگه بذارید. نهایتا من توییت کردم به وزیر کشور، تو توییتر نوشتم که آقای وزیر کشور این چرا نمیذارید؟ دیگه تو خود ماه رمضان بود، اتفاقا زنگ زدم همکارای من تو ثبت احوال که ما فردا میذاریم، شما دیگه پیگیری نکن، که دیگه گذاشتن. خب آماری که گذاشته شد، این آمار داره میگه که 8000 خورده مرگ امسال سال گذشته 98 بیشتر از پارسال بوده و بیشتر از پارسال. نکنید زمستان 98 نسبت به زمستان 98 ما 8000 خورده فوت شده بیشتر داریم. آره ما سه تا در واقع زمستان رو با هم کنار هم گذاشتیم، 97 96 و 98. 97 به 96 1000 تا اضافه شده، رنجش طبیعیه. اما 98 به 97 8000 تا اضافه شده. زلزله اومده تهران، آتش زلزله بوده، زلزله به نام کرونا. خب این خیلی معلوم بود که بعد عددی که داشتن میدادن آقا این عدد نمیخوند. تو کل کشور تو اون مقطع اومده بود کلا 3700 تا پایان اسفند. خب یعنی چی؟ خب اینجا من میگم آقا بذار آمار حداقل مردم بفهمن. خوشبختانه گذاشت ثبت احوال رو گذاشت. بعد عرضم بودتون الان آماری که گذاشته میخونه با اون چیزی که شما مشاهدات این نه دیگه نزدیکه. خب یعنی به هر حال یه عدد الان هست، حالا فارغ از این که ما اصلا وارد بحث راستی آزمایی نمیشیم، به هر حال عدد رسمی اومده نشسته. خب این داستان رو من در واقع اینجا به دوستان گفتم که اینو تفکیک شده اعلام کنید. تا امروز که امروز اعلام نمی‌کنن تفکیک شده. شما آمار ببینید، آمار مسخره کلان کشوری میدن. آقا امروز در کشور 196 تا 148 تا. خب به چه درد می‌خوره این آمار؟ من تو تهران به شهروندام چی بگم؟ چقدرش مال توئه؟ چقدرش مال ایلامه؟ چقدرش مال لرستان؟ چقدرش مال خوزستانه؟ در حالی که هر استان باید عمل کنه. تو این فاصله 3 تا لیست دانشگاه رو عوض کرده دولت، دانشگاه علوم پزشکی رو. یعنی شما معتقد که دولت رسما داره دروغ میده؟ بخیر، من تمام اعتراض این بود که آقا جون شما چرا من متهم نکن، چون برای باید برم دادگاه جواب بدم. بازپرس رفتم اونجا، خوشبختانه بازپرس محترم وقتی حرفای من شنیده خودش دو تا صفحه لایحه نوشته از وکیل من محکمتر در دفاع از من، که در راستای وظیفه نمایندگیش صحبت کرده، چیزی نگفته. شما نطق 19 فروردین منو یه بار دیگه شما بخون. اگه شما به عنوان اصلا یک مقام یک ذره توش گیر داشتید، غیر حقوقی حرف زدم، غیر قانونی حرف زدم، برخلاف منافع مردم حرف زدم، حق با شماست. من در مقام بلند منطقه مردم حتما این مطلب شما رو میخونم. حتما بخونید. بعد اونجا اتفاقا آیه پاسپورت خون و اونجا برای من قرار من تعقیب صادر کرد. رفت دادستان محترم قبول نکرد. من رفتم دادگاه، همین شنبه گذشته دادگاه بودم. خب آقای قاضی هم شرفای منو متحملانه صبورانه شنید. همچنان من منتظرم حکم قاضی محترم بشنوم. شاکی کیه؟ شاکی معاون حقوقی اطلاعات سپاه. خب خب من سوال کردم، گفتم آقا تو این داستان اگه شکایتی باشه باید ستاد کرونا از من دفاع شکایت کنه، وزارت بهداشت از من شکایت کنه. وکالت دادن؟ خب خب نه نیست، تعطیل کردن شو. خب من حتی این گلرم کردم به سازمان نظام پزشکی، زنگ زدم به دوستان خودم هم. گفتم آقا آیه سازمان نظام پزشکی، آیه وزارت بهداشت، شما اگه شکایتی دارید بگید، اگرم ندارید من حرف شما رو زدیم که به هر حال من با آیه زالی قبلش نشستم. گفت حرفای درستی داری میزنی، ما نمیتونیم، زورمون به دولت نمیرسه، تو بزن. خیلی خب من زدم. الان حاضر نیستن که مثلا من بهشون گفتم آقا اگر همینم شما بگید که آقا یه نامه برسید به دادگاه که آقا ما شکایتی از فلانی نداریم. همین رفقای ما تو نه سازمان نظام پزشکی، نه تو وزارت بهداشت، نه تو دولت، هیچ کدوم حاضر نشدن بگن که آقا ما از این آدم شکایتی نداریم. این حرفی نزده جز دفاع از حقوق مردم. امیدوارم که منجی پیدا بشه تو این کشور همه ی آمار واقعی رو بده، یعنی از آمارهایی که تو هواپیما اعلام میشه تا آماری که توی دریا اعلام. مصاحبه آقای حریشی هفته پیش اومده میگه میتونه آمار مرگ دو برابر آمار اعلامی باشه. این خودش مصاحبه کرده. خب من چیکار کنم؟ خودشون میگن هیچ اشکالی نداره. بنده تفکیک شده خواستم میگم آقای حریشی عزیز، بعد از من که بعد احترام قائلم، تو چه دلیل داری که آمار تفکیک شده نمیدی؟
حالا از تهران از کرونا بگذریم که همینطوری روشن بود. خب عددی الان اینجا دور خیلی سریع میگم، امروز اعلام کردن آقا 165 تا مثلا فوت کردن. من میگم که آقا این 165 تا چند تاش مال تهرانه؟ این مال تهرانشو بگو. آخ من میتونم راستی آزمایی کنم، چون من تو بیزهرا من عدد دارم، تو همونجا عدد منو میگی، نمیگی اینو. خب من اینجا بگم 165 تا، خب اگه مثلا امروز تو بیزهرا من 80 نفر دفع کرده باشم، خب میگم اون 80 شد. ولی واقعا منطقیه بگم 60% مرگ، یعنی واقعا این یه سواله ببخشید آقای استاد مرگ کرونا، آقای وزارت بهداشت، آقای دولت، آقای حریچی عزیز، این مسئله مردمه، جون مردمه و مهمه. میدونیم اقتصاد دارید پویا میکنید، گشایش اقتصادی داره ایجاد میشه. نماینده شورای شهر، نماینده مردم تهران یه سوال ساده داره، به تفکیک اعلام میکنید که این فوت شدگان، این 165 نفر، 167 نفر که به صورت تناوبه، مال کدوم شهره که راستی آزمایی بکنن. گرم هر که تجربه آید به میان، تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. از این بحث بگذاریم. بعد از انفجار بیروت که نگرانی عمده آقای اخشناس ایجاد شد، اصلاح کنم این جمله رو، اصلا من کار به سیتا استان دیگه ندارم. آقا مال تهران رو مال بگید، مال سیتا بقیه‌اش رو یه پاشه بگید، مال تهران رو مال بگید، که حداقل من مسئولیت دارم در مقابل مردم تهران. من کار به مردم کشورم ندارم. آیا اگه من میخوام بگم اینجا، آیا واسه من نماینده شما هستم، شما از من گله نمیکنید که تو اینجا ببخشید رفتی چی کار کردی؟ حداقل به من انذار ندادی که من مراقب سلامتیم باشم. بابا تو تهران داره روزی تمام بیمارستان رسیده که پرش ظرفیتش، گرفتاری وجود داره. حداقل اون مردم مراقبت کنن، کار اضافی نکنن. من مثال میزدم، گفتم مثلا من عادت داشتم هر روز با فرزن ها، خیلی این عادت رو دارن، برن مثلا صبح نون گرم بگیرن، نون داغ بگیرن. اگه فرض کنم بدون تو شهرشون روزی 200 آدم میمیره، خب این بشه که هر روز بره تو نون صف نون وای وایسه در معرض ابتلا، هفته یه بار میره یه بسته نون نمیدونم لواش سنگک تافتون میگیره، هفته یه بار میره اونجا خونهش میشینه جون. آره. عزیزتر از جون که نداریم. آره. یعنی میزان در واقع در خطر قرار گرفتنش میشه 1/10. خدا آخر عاقبت ما رو به خیر بکنه، خدا آخر عاقبت همه کسایی هم که خیانت میکنن در حق جون مردم، مال مردم و منافع مردم، خدا آخر عاقبت اونا رو هم به خیر بکنه. گرچه بعید میدونم با آه و ناله و نفرین مردم خیلی کار ساده باشه، چون حق الناس. از این بس بگذریم. انفجار بیروت ترس و دلهوره‌ای رو توی مردم تهران، تو شهر تهران ایجاد کرد. یه خبری اومد که ما دو سه تا نقطه داریم که انبار سوختن تو غرب تهران. آیا احتمال اتفاق مشابه نظیر اون چیزی که توی بیروت اتفاق افتاد توی تهران محتمله؟ ما شبیه غرب تهران شاید توی جنوب تهران هم داریم، پالشگاه غرب داریم، توی منطقه انبار نفت هم داریم سمت میدون راه هم، از این مراکزی که به هر حال وظیفه‌شون سوخت‌رسانی به ده‌ها مرکز پمپ بنزین و سوخت تو تهرانه، اینا هر روز باید برن و بیان. گزارشی هم که قبلا پیگیری شده بود، حتی تو دولت خدای روحانی زمان آقای آخوندی هم تو اون دنبال شده بود، اونا پیگیر بودن که این خطره. یعنی خود دولت هم بخشش، یعنی بخش تخصصیش نظرش این بود که باید اینجا جمع بشه با تشکیل شده بافت جمعیتی و از اونجا بره. اما وزارت نفت اینو هیچ وقت نپذیرفت، وزیربارش نرفت. شما به عنوان کارشناس، به عنوان نماینده، به عنوان کسی که گزارش این قصه رو میدونید، چقدر خطرناکه؟ من قطعا میخوام بگم که نگرانی داریم اینجا نسبت به این ماجرا، زمینی که باید تمهیدات لازم براش اندیشیده بشه، زمینی که میدونم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. یعنی واقعیت میدان به ما میگه که نمیشه این رو تو کوتاه مدت جمع کرد. ولی در تمام این سالهایی که این حتی این موضوع پیگیری مربوط به دوره چهارم میشده و در دولت قبلی آقای روحانی برای زمانی که آقای آخوندی وزیر بوده گزارش داده شده که بردارن، ولی وزارت نفت زیر بار نرفته. من فکر کنم این پیگیری باید جز خواسته های جدی شورای شهره و مطرح شده، دنبالم شده. الان خواسته جدی شورای شهره؟ به هر حال این جز خواسته ها مطرح شد، مکاتبتش هم شد. اقدام قانونی و حقوقی که شورای شهر کرده چیه؟ نمیتونیم در حدی که ما بنویسیم، پیگیری باشیم و از وزارت نفت بخوایم و از دولت بخوایم که اینو تو دستور کار بذاره، اونا با ملاحظات و پروتکل خودشون میگن که نه خطری نداره، ما مراقبت کردیم.
نمیدونم تمهیدات هم چیدیم سر جای خودش. یعنی نظر اونها اینه، نظر شورا همچنین نظر بخش تخصصی مسکن و شهرسازی که پیگیر بودن، به هر حال دو تا نظر متفاوت. اگر خدایی نکرده زبونم لال گوش شیطون کرد، یه اتفاقی مثل اتفاق مشابهی شبیه اون چیزی که تو بیروت اتفاق افتاده رخ بده، چی میشه؟ قطعا اونجا آسیب زیادی خواهد دید، به خصوص که ناخن نکته‌ای که وجود داره اونجا رو گسل ارزم بزرگتون مشا هست تو مجموعه، و طبیعتا حتی ممکنه برخی حوادث طبیعی اونجا به شدت تحت آسیب جدی قرار داشت، چون تو ارتفاع و تو بلندیه این مجموعه حجم ممکنه بر اساس یک حادث طبیعی مثلا 6-7 ریشتری از کنترل خارج بشه، چون شبکه زیرزمینی گازرسانی شهری چی؟ اونم خطرات خودشو داره، ولی به هر حال این کاملا روه و خطراتش به نظر میرسه که حتما دولت باید بیاد گزارش دقیق از این نگرانی بده. به هر حال توسط کی باید گزارش بده مشخصا؟ وزارت نفت؟ نه، دولت اینجا علل قاعده حوزه بحرانش به نظر من به عهده وزارت کشوره تو این حوزه و بحث امنیت به عنوان یک مسئول مستقل، و نفتی که مدافعی که اون اونجا باشه و وزارت مسکنی که مدافعی که اونجا نباشه و شورای شهری که به نمایندگی از مردم نگرانی خودش اعلام میکنه، من پیشنهادم این بود و حتی به نظرم مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی موفق همه این دستگاه‌ها باید مأمور بشن مجموعا یک گزارش به مردم بدن. اگر بگم بمونه به هر اون گزارش بشه مستند و باش امضا بکنن و به مردم بگن که این باید بمونه، نگران نباشید، ما خیالتون راحت، ما همه بررسی‌ها رو کردیم. و اگر اون قرار برداشته بشه بگن بله قرار برداشته بشه، تو این سیکل زمانی ما برمی‌داریم منطقی، و سر اون موعد مقرر هم باید درخواست بشه. چقدر گزارش طلب داریم آقای اخشان؟ سلام، داشتم فکر می‌کردم از گزارش هواپیمای اوکراینی، همین اتفاقات اخیر رو دارم میگم، یعنی از سانچی و هواپیمای اوکراینی و آمار کرونا اینجا و سکوت شده واقعا تو این بخش نکنید. خدا کمکمون بکنه، من امیدوارم که اتفاق تلخی نیفته. واقعا شبیه بازی جومانجی شده، یعنی اگر یه اتفاق دیگه بیفته باید بگیم خدا یاد یه استراحتی بده دیگه. بعد من میخوام بگم توی برخی از حوزه ها بعضی از حوزه ها نگران میشن که آقا شما چرا مردم نگران میکنید. من میخوام بگم که بابا نماینده مردم وقتی داره بیان میکنه این وظیفش، شما دارید آگاه سازی میکنید، وظیفش نکنید. من اتفاقا به قاضی محترم عرض کردم، گفتم نگاه کنید، من استاندار نیستم، من وزیر نیستم، فرموندار نیستم که بخوام از طریق مکاتبه از طریق جلسه پیگیر باشم، این یه داستانه. اما من وقتی اینجا دارم میبینم دغدغه ای رو که دغدغه مردمه، مکاتبه میکنم، نمیدونم جلسه میذارم. اما اگه گوشی نبود، یکی از وظایف من نطقه، برام گذشته شده نطق، یکی از وظایف من تذکره، یکی از وظایف من سواله، یکی از وظایف من استیضاحه. شأن نظارتی من و شأن نمایندگی من ایجاب میکنه که اینجا بگم که آقای دولت چرا تو نیومدی به وظیفت عمل کنی که آقا 5000 میلیارد تومان مثلا باید کمک میکردی بابت بحث سوخت به ناوگان اتوبوسرانی و ناوگان حمل و نقل نکردی. حالا کرونا رو گفتین، کرونا شما موافق اجرای طرح ترافیک تهران هستید یا نه؟ نکنید اینجا باز ما اینجا گفتیم ما تابع نظر تخصصی کمیسیون ستاد مبارزه هستیم، چون بعضی میگن این ستاد ملی مبارزه با کرونا مخالفه، شهرداری تهران دنبال اجراه چون منبع درآمدش. نه نکنید، بحث درآمد یه داستانه، شورای شهر چی نظرش؟ خود نکنید، من اینجا میخوام بگم اگه اون مقابل مخالفه و اینجا فرض کنید که ما باید اینجا درآمد داشته باشیم که بعد با شهر اداره کنیم، درآمد اون حذف میشه. دنیا چیکار میکنه؟ اینجا ستاد مبارزه با در واقع کرونا یک بودجه داره، میگه آیه شهرداری تهران تو از بابت ترافیک مثلا ممکنه که 100 میلیارد تومان درآمد داشته باشی، بابت این عدم تحققه تو اصلا آزاد کن، من مخالفم، بابت این 100 میلیارد به حسابت میزنم برو پی کارت، هزینه میدین. نکنید مخالفه میاد به مغازه فلان میگه بره فلان استوران، میگه آ تو تعطیل کن سینما، تو تعطیل کن. دنیا چیکار میکنه؟ میگه سینما تو تعطیل کن، بعد میاد میگه آ بابت این تعطیلیت من به تو یک درصد میدم به تو میدم که متضرر شدی. آره تو مثلا فرض آلمان این اتفاق افتاد، گفت مثلا من 30%
خودم پرداخت میکنم، 20% دولت میده، یه بوده بودجه میذاریم، تا 60% مثلا هزینه های رستوران هایی که تعطیل شد، سینما هایی که تعطیل شد، تئاتر هایی که تعطیل شد پرداخت میکنن که فلان موزیسین، فلان هنرمند دیگه به گدایی نیفته، بتونه کرای خونش رو بده، بتونه زندگیش رو بکنه. موافق با احیای طرح ترافیکی دیگه خیلی؟ بله، اگه ستاد کرونا میگه تعطیل بشه، من حتما موافقم تعطیل بشه، این اصلا شکی نداره. ما اینجا در واقع نظر کارشناسی اونجا برام مهمه. آقای حقشناس، به عنوان آخرین سوال بفرمایید، از آقای حناچی چه خبر؟ این صحت داره که ایشون استعفا دادن؟ استعفاشو نه، صحت نداره. کجا الان؟ رابطه خوبی بین شهرداری تهران و شورای شهر؟ آره، رابطه که برقراره. رابطه خوبی بین آقای حناچی به عنوان شهردار تهران و شورای شهر تهران برقراره؟ شورا منتقد در واقع شهرداری است، بخش عمده. حتی باز 21 نفریم شورا دیگه، خب. ولی مثلا قطعا کمیسیون فرهنگی که من حداقل نمایندگی میکنم، اکثریت قریب اتفاقش از عملکرد ارزان بزرگتون شهرداری تو این حوزه ناراضی هستیم، گلمندیم. خیلی از وظایفی که باید به عهده شهرداری بوده انجام نشده و من قطعا این گلایه هم گفتم، هم تو سوالات هم تو تذکرات. قرار ایشون به عنوان شهردار تهران باقی بمونن یا امکان تغییر ایشون هست؟ والا من فکر میکنم این به شدت برای شهر زیانباره که یه شهردار احساس بکنه که تا پایان دوره خلاصه تضمین شده هست. شاید نشه وقت این ازش انتظار کارایی داشت. قطعا این به عنوان یک سند، به عنوان یک ضمانت نامه منطقی نیست که هیچ شورایی به هیچ شهرداری بگه آتو تا پایان دوره هستی خیالت راحت، و طبیعتا این جایگاه نظارتی شورا رو خدشه‌دار خواهد کرد. دست نه، شما درد نکنه آقای حقشناس، از صبوریتون، از متانتتون و از حوصله‌تون و از اینکه با دقت با سعی صد پاسخی پرسش ما نگران حال شما بودیم توی اون زمان. سلامت بشید، محبت دارید، خیلی لطف کردین. خیلی نکته پایینی هست من در خدمت شما. ما رو تحمل کردید، صدای ناخوش ما رو شنیدید. سلامت بشید، خیلی ممنون و سپاسگزارم از محبتتون.